با سلام خدمت دوستان عزیز، مهدی عباسی هستم. با جلسه دیگر از جاوا اسکریپت در خدمتتونم. در این جلسه میریم سراغ همون فانکشن ها، دوباره این بار در مورد اینکه فانکشن ها بتونن جوابی رو برگردونن با هم صحبت میکنیم. ببین، فانکشن ها میتونن جواب داشته باشن. فانکشن هایی که ما تا اینجا نوشتیم جواب ندارن، یه کاری رو انجام میدن و بعد میان بیرون. ما میتونیم یه چیزی رو برگرد، یعنی در واقع میتونن یه چیزی رو برگردونن که ما توی متغیر ذخیره اش کنیم. به عنوان مثال اینجا به این متغیر میسازم به اسم سی اریا، اما مخفف سکل اریا. متغیر میخوام مساحت دایره رو تو این ذخیره بکنم با شعاع 2.5، 2.2. خب حالا فقط موضوع اینه که چیزی الان داخل متغیر من ذخیره نمیشه، چون این جوابی بر نمیگردونم. من میام چیکار میکنم؟ این خط رو که تو خروجی چیزی مینویسه رو میخواید بذارید باشه، حالا هر چی مهم نیست، ولی ما با کلمه کلیدی ریترن میتونیم یک جوابی رو برگردونیم. بهش میگم ریزالت، همون جواب رو برای من برگردون. خب جواب میره داخل این سی اریا ذخیره میشه و من بعد میتونم از اون استفاده کنم. این خط رو من پاک میکنم. حالا این رو در خروجی این خط رو هم پاک میکنم، نمیخوامش. حالا جوابمو در خروجی مینویسم. console.log مساحت دایره فلان مقدار، یا همون سمت متغیر سریا است. خب حالا این رو اجرا میکنم. ببینید مساحت دایره رو برام در خروجی می نویسه. کار خیلی راحتی بود. خب همینطور که می بینیم می تونیم با کلمه ریتار ما جوابی رو برگردونیم. می تونیم حالت های مختلفی رو چک بکنیم که اگه به عنوان مثال اینجا میگیم که اگر شعاع برابر بود با undefined، اگه برابر با هیچی بود، یعنی تعیین نشده بود، اگه شعاع رو ننوشته بود کاربر اینجا، جوابی که برمیگردونه جواب یا سم، میتونیم هر جوری که دوست داریم. مثلا return مثلا 0 هیچ 0 برگردون یا فالس برگردون. خب معمولا فالس نشانه شکسته. تا میگم اگه چه بود صفر رو میگیم صفر برگردونه. خب حالا شعاع رو واسهش نمینویسیم. وسط دایره صفر است. ببینید این هر موقع به ریترن میرسه دیگه ادامه نمیده، یعنی جوابو برمی همونجا دیگه کار فانکشن خاتمه پیدا میکنه و دیگه ادامه نمیده. مورد بعدی اینه که اومدیم و خب یه نفر یا ما این متغیرهایی که میسازیم داخل فانکشن همون اگه هم نام بودن با اون متغیرهای بیرونی باید چی کار بکنیم. من این رو پاک میکنم. یک متغیری خب ما اینجا ساختیم به اسم result، یک متغیری دیگه من اینجا میسازم بار result برابر است با 26. خب یک متغیر ساختم، یک مقداری هم بهش دادم. حالا اینجا تو داخل این متغیر دو فانکشن رکتنجل ایریا یک متغیر دیگه هم ساختم به اسم ریزالت. این دوتا از هم جدا هن. اگه من معرفیش نکنم فقط وار، ببینید الان شما من اینو معرفی کردم، این دوتا از هم جدا هن. ولی اگه این وار رو بردارم، یعنی معرفیش نکنم دوباره، این متغیر اشاره میکنه به این و جوابی که اینجا به دست میاد داخل ذخیره میشه. حالا یه بار اینجا رو نشون بدیم. ببینید الان دوتا وار رو داریم، یه بار اینجا معرفیش کردیم، یه بارم اینجا. ما نمیتونیم متغیر رو دوبار معرفی کنیم به شرط اینکه اون متغیر دومی توی فانکشن باشه. خب اینجا مثلا می نویسیم رکتنجل آریا مثلا 4 و 5، مساحت مستطیل رو واسه همون بنویسه و در انتها بهش می گیم console.log result. خب حالا یه نگاهی می اندازیم. ببینید یکی 20 مساحتمون شده 20، درسته؟ اون یکی 26. خب ببینیم چه اتفاقی افتاد. این متغیری که ما اینجا ساختیم، متغیر ریزالتی که اینجا ساختیم، از این یکی جداه.
خب یعنی هر چیزی که من توش ذخیره میکنم هیچ ربطی به این نداره، مقدار این ریزالت بالایی رو دست نمیزنه. خب ولی اگه اینو بردارم، اون متغیر سراسری که تو خود فایل جاوا اسکریپت هم نوشتم جواب میره تو اون ذخیره میشه و این دوتا هر دوتاشون میشن یکی. ببینید مقدارش رفت تو اون ذخیره شد. این هم یه مورد که باید بهش توجه داشته باشید موقع کارتون. خب پس ما اینجا ریترن رو یاد گرفتیم، یاد گرفتیم که میتونیم یک مقداری رو برگردونیم تو یک متغیری جایی استفاده کنیم یا کارهای دیگه انجام بدیم. به عنوان مثال اینجا می نویسیم، یعنی نشونتون دادم چجوری میتونیم استفاده بکنیم. حتی میتونیم مقادیر رو داخل یک مستقیما میتونیم بنویسیم، اصطلاحا لازم نیست تو یک متغیر ذخیره بکنیم. مثلا اینجا می نویسیم که مساحت دایره به اضافه سکن آریا مثلا 3 به اضافه است. خب جواب مستقیما میاد اینجا نوشته میشه، چون اینجا من جوابو برمیگردونم. چیزی رو تو خروجی نمی نویسم، مثل رکتنجر آریا ما چیزی رو تو خروجی می نویسیم ولی هیچ ریترنی نداره که جوابو برگردونیم، ولی اینجا داریم. خیلی راحت میتونیم با کلمه ریتارن جواب رو برگردونیم. مساحت داره 28 و 26 صدوم است. خب این هم از این. امیدوارم که این جلسه رو هم تمرین کنید و خوب یاد بگیرید.